خب من حالا توی فانال کات سکانسم رو ادیت کردم بنا به هر دلیلی میخوام یه دونه از این کلیپ ها رو ببرم توی موشن اینجا فرض من میخوام لرزش دوربین این کلیپ رو بگیرم هرچند که شما این کار رو توی فانال کات هم میتونید بکنید اما من اینجا میام برای مثال این رو منتقلش میخوام بکنم به موشن شما هر کلیپی رو که انتخاب بکنید یا چند تا کلیپ رو اگر انتخاب بکنید میتونید روشون رایت کلیک بکنید و سنت تو موشن تو موشن پراجکت. اینجا من فقط همین یه دونه کلیپ وسط رو میخوام پس طبیعتا اون رو انتخاب میکنم و send تو motion project از من یه جایی میخواد برای اینکه پروژه موشن رو سیو بکنم و من معمولا برای اینکه بعدا پاکش نکنم و یه مقدار سازماندهی درست تری داشته باشه کارهام توی پوشه اصلی این که پروژم هست یه موشن پراجکت درست میکنم و اونجا سیوش میکنم مثلا پاریس کامرا شیک پروژه من توی موشن با مشخصات درستش باز میشه و حالا من میتونم مثلا بیام اینجا اد behavior, موشن tracking, استیبلایز بیام توی اینسپکتور و به طور مثال یه نقطه اینجا اضافه بکنم آلت رو نگه دارم ببینم کجاها برای ترک مناسبه مثلا اینجا جای خوبیه پوزیشن و روتیشن رو هم میخوام ترک کنم نقطه دوم رو میارم به طور مثال توی اینجا فکر میکنم جای بهتری باشه و حالا آنالیز رو میزنم خب یه بار با هم بینیم خیلی خوب گرفته نسبتا حرکت دوربین و لرزش دوربین رو من البته اگه اجازه بدید اینجا زوم میکنم روش که لبه هامون دیگه دیده نشن و نسبتا قابل قبوله البته خب نمیتونم بگم صد درصد چون به حال باید بیشتر روش کار بکنیم من میام اینجا ممکنه شما ذهنیتتون این باشه که خب ما مجبوریم حالا اینجا خروجی بگیریم و این دوباره رندر بکنیم و بیاریم توی فانوکا جای اون یکی بذاریم اما واقعیت اینه که شما فقط با زدن سیو کارتون سیو میشه و من حالا که برگردم توی فانال کات اینجا پروژه من اگه یه خورده بزرگترش بکنم یه کلیپی بهش اضافه شده که عین همون اسمی که من بهش دادم به علاوه یه MOTN که موشن پروژیکت یعنی یه پروژه موشنه و اگه دستگاه تو یه قدیمی باشه مثل دستگاهی که من الان اینجا دارم بعد رندرش بکنید برای دیدن خب من رندرش میکنم و حالا همونطور که شما میبینید این کلیپ به طور درست و راحت وارد فانال کات شده این کار رو شما بارها بارها میتونید تکرار بکنید هر کدوم از این کلیپ ها رو که خواستید ببرید توی موشن و اگه احیانا حالا این کلیپ نیاز به تغییر داشت فقط کافیه که شما بیایید اینجا و اوپن این ادیتور رو بزنید دوباره برای شما همون پروژه موشن رو باز میکنه و اگر خواستید تغییری وجود بیارید به طور مثال ممکنه من یه تکس هم بخوام اینجا اضافه بکنم مثلا پاریس البته خب, خب شاید واقعا لازم نباشه نوشتن یه همچین چیزی اما من فقط خب صرف این که ببینیم چقدر میتونیم راحت این کار رو انجام بدیم میم اینجا فونت هم رو یه خورده کوچیک‌تر بکنم رنگش رو یه خورده زردتر انتخاب میکنم و اوورلی البته تا ببخشید اسکرین یه خورده ممکن بخوام بزرگترش بکنم و خب حالا تغییراتی که انجام دادم ممکنه برام قابل قبول باشه یا حتی اجازه بدید از این هم جلوتر بریم من بیام اینجا یه ام... گلوه کوچولو بهش بدم البته نه از گلو خوشم نیمد چون باید بردرش رو تنظیم بکنم با فکر میکنم گلو نویز اینداستریز این کار رو بکنم راحت تر هست که بیتونم یه خورده بزرگترم بکنم و یه خوردم رادیاس رو کوچیکتر بکنم اینجا خب حالا باز به محض اینکه من سیو رو بزنم و برگردم توی کات شما یه لحظه طول میکشه تا این تصویر ریفرش بشه و حالا باز دوباره تصویر تغییر کردم رو من دارم و این کار رو شما میتونید با هر کلیپی توی فاناکات انجام بدید و به اون نتیجه دلخواه خودتون برسید